الگوهای رفتاری به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد بخش مهمی از آنچه فرد فرا میگیرد از طریق الگوهاست مدلسازی یا الگوپذیری راهی برای شکل رفتار و تفکره در یادگیری از طریق مشاهده الگو فرد از طریق استنباط شخصی به تجزیه و تحلیل گفته ها و کارهای شخص الگوی خود میپردازه و نگرش ها، عقاید، ارزش ها و رفتار خود را تغییر داده و خود را هرچه بیشتر به الگوی مورد نظر شبیه و همانند میکنه. البته در اینجا منظور از مدلی الگوی رفتاری تقلید و انجام دقیق تمامی رفتارها و روش زندگی الگوی مورد انتخاب شما نیست بلکه منظور راه و روش یکی از رهگذر آن روش خاص شخص مورد نظر شما در رسیدن به هدف خود تونسته باشه با سرعت بیشتر و با کیفیت بهتری به هدف خود رسیده باشه در مورد خاص ما یعنی یادگیری زبان باید دنبال الگوهایی باشیم که تونسته باشند به موفقیتی چه کوچک و چه بزرگ در راه یادگیری زبان رسیده باشند با بررسی و تحلیل عملکرد اشخاص الگو در راه یادگیری زبان و میزان موفقیت اونها در رسیدن به هدف که همان یادگیری زبانه میتونیم به روشهای جدید و جالبی که الگوهای ما از اون راهها به موفقیت رسیدن دست پیدا بکنیم همچنین با بررسی و تحلیل عملکرد الگوها میتونید به اشتباهاتی که اونها رو کمی یا کلا از مسیر رسیدن به هدف مطلوب خارج نموده و باعث کن شدن سرعت اونها در رسیدن به هدف شده پی ببرید و شما از اون اشتباهات حذر کنید با نگاهی به اطراف خودتون خواهید تونست افرادی رو پیدا کنید که در راه یادگیری زبان موفق یا ناموفق بودند تحلیل در روش های یادگیری و همچنین انگیزه الگوهای موفق و الگوهای ناموفق بسیار شما را کمک خواهد کرد. اگر گمان میکنید که افراد مناسبی در اطراف شما وجود ندارند که شما بخواید از اونا به عنوان مدل های رفتاری استفاده کنید میتونید سری به اینترنت بزنید و با کمی جستجو در زندگی نامه های معروف ببینید که اونا چگونه موفق شدند و از چه راههایی به این موفقیت های بزرگ دست پیدا کردند و از چه کارهایی و از چه چیزهایی اجتناب کردند البته یافتن همچین افرادی کار بسیار ساده ایه. یکی از نکات مثبتی که در بررسی زندگی و روش های مورد استفاده مدل های رفتاری وجود داره اینه که شما با بررسی زندگی و روش های مورد استفاده اونها انرژی و انگیزه و روحیه خواهید گرفت و خواهید فهمید که کسانی هستند که به چه موفقیت های عظیمی در راه فراگیری زبان دست پیدا کردند ممکنه که در شما حس حسادت ایجاد کنه و یا ممکنه شما رو به ذوق بیاره که شخص دیگه به موفقیت دست پیدا کرده که البته این نوع حسادت منفی که نیست بلکه مثبت هم هست و تلنگری برای شماست که اگر دیگران تونستند به این موفقیت برسند چرا من نتونم یکی از نکات دیگه ای که در خواهید یافت اینه که یادگیری زبان آنگونه که شما در گذشته گمان می کردید مشکل نیست و همچنین غیر ممکن هم نیست و چه بسیارند کسانی که به چه موفقیت های مطلوبی دست پیدا کردند پیروی از روش ها و قدم نهادن در راه اساتید و اشخاص دیگری که به موفقیتی رسیدن شما را نیز به اون موفقیت ها خواهد رساند و چه بسا به موفقیت بالاتر از اونها دست خواهید یافت یکی از گروه هایی که ممکنه در ابتدا از میان اون گروه ها مودل های رفتاری مناسبی پیدا کنید گروه دوستان شما هستند ممکنه که در گروه دوستاتون یا همکاراتون و یا اشخاصی که به طور روزمره با اونا سر و کار دارید مدل‌های رفتاری مناسبی باشن و تا کنون به اونا توجه نکرده اید. البته توجه داشته باشید که یک الگوی رفتاری تا یک حد مشخص میتونه شما را کمک کنه تا به هدف خود نزدیک بشید و ممکنه شما را تا خود هدف همراهی نکنه به این دلیل که ممکنه خود الگوی رفتاری شما به هدف مطلوب به طور کامل دست پیدا نکرده باشه اما برای شروع ممکنه این گونه الگوهای رفتاری قابل دسترستر و قابل تحلیل تر باشه. اشکالی نداره شما میتونید با الگوهای رفتاری کوچکتر شروع کنید و رفته رفته الگوهای رفتاری بهتری پیدا بکنید همچنین با مقایسه الگوهای رفتاری کوچک و بزرگ و تفاوت در راه و روش رسیدن اونها به موفقیت به نتایج جالبی دست پیدا کنید یکی از اشخاصی که میتونم به جرأت از ایشون به عنوان الگوی رفتاری یاد بکنم آقای استیو کافمن هستند آقای کافمن یک زبانشناس کانادایی تبار هستند علا اینکه که ایشون یک انگلیسی زبان هستند ولی به زبانهای فرانسوی، چینی، ژاپنی، چینی باستانی، کره‌ای، ایتالیایی، روسی، اسپانیایی و غیره تسلط دارند. آی در حال حاضر به دوازده زبان صحبت می‌کنند. البته نکته جالبتر اینجاست که هنوز هم در حال ادامه هستند و در حال فراگیری زبان سیزدهم هستند. از اونجایی که آقای استیو کافمن روش مورد استفاده خود و تجربیات خود رو در سایت خودش منتشر کرده و در دسترس عموم قرار داده میتونه الگوی رفتاری بسیار خوبی باشه یکی از اشخاص دیگهی که بسیار جالب و قابل توجهه و میتونه الگوی رفتاری بسیار خوبی باشه خانوم کاتو لامب هستند خانوم کاتو لامب یک مجارستانی بودند علا که ایشون یک فیزیکدان و شیمیدان بودند و با داشتن مدرک دکترا در فیزیک و شیمی به طور همزبان میتونستن به نه زبان ترجمه کنند و صحبت کنند. همچنین ایشون به 17 زبان تسلط داشتند مثل زبانهای انگلیسی، بلغاری، چینی، آلمانی، دالمارکی، ابری، ایتالیایی، ژاپنی، لاتین، هلندی، رومانیایی، روسی، اسلواکی، اسپانیایی، اوکراینی و زبانهای دیگه. به گفته خانم لاب تمامی این زبانها را به صورت خودخان و خودجوش فرا گرفته بودند و انگیزه اصلی ایشون برای فراگیری زبانهای مختلف علاقه شخصی ایشون بوده با توجه به زبانهایی که خانم لاب میدونست او تونست به پنجاه کشور دنیا به عنوان مترجم سفر کنه در ضمن خانم لامب جزء اولین مترجمهای همزمان در دنیا بودند جالبه بدونید خانم لامب به هیچ وجه اعتقادی به عبارت استعداد داشتن در زبان نداشتند و به این باور رسیده بودند که مغز انسان یک ماشین از پیش طراحی شده برای یادگیری زبانه و اصلی ترین کاری که مغز انسان میتونه انجام بده یادگیری زبانه جالبه بدونید یکی از بیشترین تمریناتی که اشخاصی مثل آقای کافمن و خانم لامب و دیگر کسانی که در راه فراگیری زبان موفق شدن داشتند تمریناتی بر پایه فراگیری از طریق ورودی بوده خواندن و گوش کردن اما نه یک بار بلکه بارها و بارها تمرین اما بارها و بارها و به صورت عمیق به خصوص آقای کافمن که اعتقاد دارند زبان رو بایستی با استفاده از ورودی خواندن و گوش کردن فرا گرفت. یکی از روی کردهای دیگه ای آقای کافمن در فراگیری زبان مطالعه است. البته نه هر مطالعه ای بلکه مطالعه ای که برای زبان آموز دلچسب خوشایند باشه. مطالعه کتاب های داستان و رمان و هر مطلبی که مورد علاقه باشه. البته در مورد مطالعه توجه داشته باشید که نباید مطالب غیر قابل فهم باشه و مطالب بایستی قابل درک باشد و اون قسمت هایی رو که متوجه نمیشید بشه از بافت متن درک کرد در مورد این روش در بخش قدرت خواندن و گوش کردن به طور مفصل صحبت کردیم در خصوص خانم لامپ هم باید گفت که ایشون روش فراگیری زبان رو به طور خودخوان و بدون حضور در کلاس های زبان در سه اصل خلاصه کردند. یک مطالعه مطالب مورد علاقه برای خودم به زبان مورد مطالعه هم البته نه یک بار بلکه بارها و بارها مطالبی که برایم دلچسب بودند و هرگز از آنها خسته نمی شدم و فراگیری به طور عمیق. دو، نوشتن و به تحریر در آوردن تفکراتم برای خودم به زبان مورد مطالعه مهم نبود که تفکراتم خنده دارند و مسخره به نظر می رسند. سعی می کردم آن تفکرات را به زبان مورد نظرم بنویسم. هرچند ممکن بود دچار اشتباهات املایی یا اشتباهات گرامری باشد. سه، صحبت کردن با خودم به زبان مورد مطالعه به این شکل که همیشه با خودم در مورد تفکراتم و چیزهای ای که می دیدم صحبت می کردم. در ابتدا مهم نبود که اشتباه صحبت کنم. این اشتباهات به مرور اصلاح می شدند. یکی از روش های جالب خانم کاتولامب در فراگیری لغات این بوده که هرگز یک کلمه رو به صورت مجزا و خارج از متن تمرین نمی کرده و همیشه فراگیری لغات جدید رو با استفاده از یک متن و لغت موجود در اون متن فرا می گرفته همین روش باعث می شده تا اگر معنی اون لغت فراموش شد بقیه کلمات و لغات موجود در متن کمک میکردند تا معنی اون لغت یادآوری بشه بسیار جالبه که آقای استیف کافمن و خانم کاتولامب هیچ کدوم زبان رو از راه حفظ کردن و دقت در دستور زبان فرا نگرفتند. جالبتر اینکه روش اصلی اونها در گوش کردن بسیار خواندن مطالب مورد علاقه و تکرار و تکرار و یادگیری عمیق بوده یادگیری عمیق و با کیفیت بسیار مهمتر از یادگیری سریه روش های به کار گرفته شده توسط افراد موفق در فراگیری زبان و به خصوص همچین افراد نخبه‌ای که در فراگیری زبان خارق بودند و به موفقیت های بسیار عالی دست پیدا کردند در این مجموعه آموزشی آورده شده اما علاوه بر موضوعات و تکنیک های گفته شده بررسی و پی بردن به روش ها و تکنیک های اشخاص دیگه و مورد علاقتون رو و الگوهای رفتاری خودتون رو به خودتون میسپارید امروز امکانات بسیار زیادی در اختیار ماست که میتونیم به کمک اونها پیشرفت بسیار زیادی در زبان داشته باشیم. موبایل، دستگاه های چند رسانه ای، اینترنت، ماهواره، غیره و غیره. که میتونن در این راه به ما کمک کنند مخصوصا اینکه میتونید در انجمنهای آموزش زبان عضو بشید و با یافتن دوستان تازه و همچنین مدلهای رفتاری ابتدایی پیشرفت کنید چه بسا از طریق انجمنهای آموزشی یک گروه خوب برای فراگیری زبان تشکیل بدید و همدیگر رو کمک کنید که در جهت پیشرفت گام بردارید و همچنین از مزایای گروههای آموزشی اینه که در مواقع لزوم شما را تشویق خواهند کرد و به شما انگیزه خواهند داد و با ایجاد فضای رقابتی سالم به رشد یکدیگه و پیشرفت یکدیگه کمک خواهید کرد. پیروز باشید.